صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک جوان می گذشت از حضور مبارک صلی اللہ علیه و آله و صحبه و سلم، بسیار جوان شیک، جوان کاکا خوش ستایل. پیغمبر علیه السلام گفت تعال جوان اینجا بیا. محبت پیغمبر علیه السلام با یک جوان غیر مسلمان، ما با مسلمان شاید این گونه اخلاق نکنیم ها. تعال، گفت که چی میگی ای محمد؟ استغفر الله، نعوذ بالله، درود شریف بخوانین، اللهم صل علی سیدنا محمد. بیادبی کرد، گفت ای جوانی و کاکگی و زیبایی تا آخر نمیمانه، میشه همین لحظه توبه کنی؟ بگوی شهادت میتونم که الله یکتاست، چی فایده داره که من توبه کنم؟ گفت جنت میری. حرکت کرد، گفت توبه نمی کنی؟ گفت نه، فردا باز توبه میکنم. گفت میشه فردایی نداشته باشی ای جوان؟ میشه فردایی نداشته باشی؟ گفت میشه داشته باشم؟ گفت شاید نداشته باشی، بیا جوان توبه کن. این جوان دور خورد، گفت شهادت میتونم که الله یکتاست و محمد رسول خداست. فردا، این جوان فردا نداشت، اجلش رسیده بود. امشب که رفت و مادرش گفت مادر مسلمان شدم، یهودی بوده، یهودی مسلمان شدم، سر به جای نماز مان، سر سجده جان داد، پشت خانه رسول کریم آمدن فردا صلی الله علیه وسلم. یا رسول الله، اون جوانی که مسلمان شد دیروز با شما نگذاشتین برای فردا، وفات کرد. یا رسول الله، پیغمبر علیه السلام از جایش برخاست و رفت به خانه این یهودی بچه‌ای که مسلمان شده، جنازه اش را با دستان مبارک از تابوت برداشت، سبحان الله، و در لحد گذاشت. و وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از قبر بیرون میشد، این عیسیهای شانه ایشان شاریده بود. صحابه کرام پرسان کردند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، عیسیهای شانه ایتان شاریده، اما با شما که دو نفری دیگه پایان شده بود همکار کرد که مرده را در لحد با این صحابه مبارکه، یهودی صحابه شد دیگه مسلمان شد. گفت آنقدر حورای بهشتی و فرشته ها از آسمان نزول کرده بودن و افتخار این جوان و هر کس میگفتن که مربوط ما هست، اما این جوان عاشق خدا بود.